کودکانی که از تمامی حقوق شهروندی محرومند تنها به این گناه که از پدری غیر ایرانی متولد شدند. حجوم هزاران مهاجر افغان به ایران مشکلات قوانین تابعیت کودکان را پررنگتر کرده و دولت ایران را در جایگاهی قرار داده تا فکری به حال این قوانین بکنه. گزارش محتاب کسری با جزیات بیشتر. ازدواج یعنی شروع زندگی مشترک. یعنی روزهای باهم بودن، تشکیل خانواده و بچه دار شدن. اما برای زنان و مردانی که فردی غیر ایرانی را انتخاب می کنند، این مفاهیم تغییر می کنند. چرا که این افراد حتما باید با اجازه دولت ازدواج کنند و اگر ازدواجشان ثبت نشود طبق قانون مجازات شامل حال این زوجها خواهد شد اما مشکل اصلی زمانی است که این افراد بچه دار می شوند و قوانینی که موقعیت را برای زنان دشوار ساخته است. این ازدواج ها بحث تابعیت زن را خیلی زنده کرد در ایران و این قوانین بد و تبعیض نسبت به زن رو خیلی باعث شد که همه ازش اطلاع پیدا کنند و دست و پاگی شد حتی برای حکومت طبق قانون اساسی ایران مردان مشکلی برای انتقال تابعیت به کودکان خود ندارند در حالی که چنین حقی را برای زنان قائل نیست چند تا موضوع در شرع اسلام و در قوانین ایران که الهام گرفته از شرع اسلامه اه، کاملا اه، کاملا ناشی میشه از وضعیت پدر خب یکی دینه و یکی تابعیته اما اگر پدر تابعیت خارجی داشته باشه مادر تابعیت ایرانی داشته باشه اون فرزند دیگه کاری نداریم که قوانین اون یکی کشور چه جوریه اون بچه‌ای که به دنیا میاد تا 18 سالگی مثل اینه که فاقد تابعیته مثل اینکه معلقه تو خلعه شاید برای کودکانی که خارج از ایران هستند با مادران ایرانی این مشکل آنقدرها هم بزرگ نباشد چرا که سرزمین پدری آنها امکانات لازم برای پرورش این کودکان را در اختیار خانواده قرار می دهد. اما بچه هایی که در ایران از پدری غیر ایرانی متولد می شوند از حداقل امکانات زندگی محرومند. الان بوجه ندارم که بچه ببرم تا افغانستان سرپنای درست کنم برش. اینا رو مدرسه راه نمیدن همچنان که میدونیم چقدر بچه با پدر افغان و مادر ایرانی در ایران از محرومیت های زیادی گرفتاری های زیادی به هر حال دارن رنج میبرن و بحث امروزی که مطرح شده به وسیله آقای قربانی یا به هر حال یکی از قضات دیوان عالی کشور نشان دهنده عمق این فاجعه است این قوانین از اولین دوران قانونگذاری در ایران به همین شکل بوده اما در چند دهه اخیر با حجوم مهاجران افغان و مشکلاتی که در پی آن به وجود آمد دولت ایران متوجه نقاط ضعف و کاستی های این قانون شد و اخیرا قاضی دیوان عالی کشور خبر از فرستادن این قانون به سحن علنی مجلس و اصلاح آن داده است نشوندنده این است که قوانین ایران در همه زمینه ها از جمله در زمینه تابعیت باید با نگاه رفع تبعیض از زن، رفع تبعیض از مادر در موضوع تابعیت اصلاح بشه و این کاملا بر پایه مقتضیات اجتماعی ایرانه. حالا باید دید مجلس با این قانون چگونه مواجه خواهد شد و چه تغییراتی در آن خواهد داد. قانونی که به قیمت زندگی یک نسل از کودکان مهاجر تمام شده که از حداقل زندگی محروم بودند. محتاب کسری صدای آمریکا واشنگتن.